سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 9 می. در این روز در میدان سرخی مسکو پرد نظامی بخشیده به 71 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی برگزار شد و در آن رهبران روسیه و بعضی از جماهیر شوروی سابق حضور داشتند. مقامات تاجیکستان در این روز گفتند در یک عملیات مشترک با همکاران روسشان گروه از اعضای سازمان دولت اسلامی را دستگیر کردند که قصد داشتند در روز جشن غلبه در مسکو و دوشنبه حمله های تروریستی انجام بدهند. شهروند داستان منگلی قولف ساکن دهه نوبهار ناحیه قبادیان اعضای تشکیلات تروریستی به نام دولت اسلامی هنگامی از شهر مسکو به تاجیکستان برای صادر نمودن عمل تروریستی آمدند در فرودگاه شهر دوشنبه دستگیر گردید. از روی نشان داد منگلی قولف 3 نفر هم مسلکان او از ناحیه قبادیان دستگیر شدند و از جای زیست سعیتوف دیگر لوازمات جنگی مصادره کرده شد. با گفته وزارت امور داخلی این افراد عملیات‌هایشان را توی سرخ نام گذاشتند و از اعضای گروه دولت اسلامی از سوریه دستور می‌گرفتند. و در پایتخت تاجیکستان در دوشنبه 71 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را با برگزاری مراسم‌های گوناگون و قدردانی از سابقه‌داران این جنگ تجلیل کردند. در تاجیکستان که از سال 1941 تا سال 1945 بیشتر از 300 هزار نفر را برای مبارزه با فاشیستان به میدان‌های جنگ فرستاده است، کمتر از 1000 نفر سابقه داران این جنگ ماندند. در شهر دوشنبه 66 نفر اشتراکچی جنگی بزرگ وطن حضور دارند. یگان تنقیسی یگان مسئله اونو تنقیسی نمیکشند. یگان خیلی سندی سال افسوس که همه یوششون 91 سال شدند. در آستانه این عید با سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان تخمیناً 4000 سومانی و هدیه‌ها سپردند. مقامات تاجیکستان میگویند گروه‌های افرادگرا از حساب پسران نابالغ تاجیک در بیرون از کشور تروریستان آینده را تربیت می‌کنند. شرف کریمزاده نماینده بخش حقوق دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت یک سبب قرار درباره راه ندادن کودکان و نورسان تا 18 ساله به مسجد مانع این کار شدن و هم مساعدت به رشد جسمانی و عقلانی کودکان است. با بهانه تعلیمات دینی در پایگاه‌های پنهانی کشورهای دیگر، سازمان‌های تروریستی از حساب شهروندان نابالغ تاجیکستان تروریستان آینده را تربیت می‌کردند. با هدف مانع شدن به جلب شهروندان به حرکت‌های افرادگرا و سازمان‌های تروریستی، تاجیکستان شهروندانش را برای تحصیل به خارج بعد امضای سازشنامه‌های رسمی و به دست آوردن ضمانت آن می‌فرستد که این دانشگاه موافق با معیارهای بین المللی فعالیت می‌کند. روز 6 می شورای حقوق بشری سازمان ملل چاره های اندیشیده تاجیکستان برای بهبود حقوق انسان در 5 سال گذشته را بررسی کرد. حاضران نشست از ده ها کشور از حکومت تاجیکستان خواستند وضعیت بچده حقوق انسان در تاجیکستان در چند سال اخیر را اصلاح کنند. سفیر کانادا در دوشنبه می گوید امیدوار است در آینده همکاری های اقتصادی و تجارتی کشورش با تاجیکستان می افزاید. شان ستایل روز 9 می در صحبت با رادیو زودی گفت در واقع تبادل مال میان تاجیکستان و کانادا که سالانه 2 میلیون دلار را تشکیل می دهد بسیار کم است و او می کوشد تا تجارت دو طرفه زیاد شود. هدف سفر من هم گسترش و تقویت روابط و همکاری ها با تاجیکستان است. در هر سفر خود امکانیت های نوی را برای گسترش همکاری ها در زمینه تجارت و سرمایه گذاری پیدا می کنم. همچنین کوشش دارم تا برای نزدیک کردن مردمان هر دو کشور شرایط فراهم گردد. مصاحبه کامل با سفیر کانادا شان ستایل در وبسایت آزادی نقطه آرگ. در یک نشست در شهر دوشنبه نقشه و یا خریطه مکانهای مقدس تاجیکستان را معرفی کردند که آن را یک مؤسسه تحقیقاتی روسیه ترتیب داده است. در این نشست بین المللی در آثارخانه ملی در شهر دوشنبه که روز 6 می برگزار شد، مؤلفان نقشه از مؤسسه تحقیقاتی لف گومیلوف از روسیه حضور داشتند. من بار اول به پامیر می روم، اما 20 سال می شود تاریخ پامیر را تحقیق می کنم. در باره این منطقه من از بایگانی های وزارت کارهای خارجه ایمپریای روسیه و وزارت مدافع زیاد خواندم. نتیجه تدقیقات من این شد که
کتاب نشر کرده با نام مبارزه برای هیمالای. در خریطه نو مکانهای مقدس و باستانی تاجیکستان از قبیل قلعه حصار، هولبوک، دره شیرکند، بایزی، پای دینازورها و اسکندرکول و مکانهای دیدنی بدخشان را شامل کردند. در نشست گفته شد که هدف از آفریدن خریطه مکانهای مقدس تاجیکستان ترغیب ارزش‌های وطن پروری در میان جوانان و آشنا کردن آنها با ریشه‌های تاریخی و فرهنگیشان است. و اخبار و ویدیوهای دیگر در وبسایت ما، در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.